تجليت الحمد لي يا إلهي غير كمالي ساحل أهرامات. بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم. در این برنامه ما راجع به اثرات دعا چند جمله عرض میکنیم. ما آثار رو در ارتباط با مسائل مادی بیشتر مد نظرمون هست، ولیکن عمق دعا چیز دیگری رو به ما منتقل میکنه. اگه بخوایم ما تقسیم بندی کنیم، در چند حوزه میتونیم آثار دعا رو ببینیم و بررسی بکنیم. یکی از اونها که خیلی مهمه اثرات تربیتی دعاست، و شاید در برنامه های گذشته اشاره داشتیم که دعا برای انسان تمرین بندگی است، انسان رو حرکتش رو تنظیم میکنه. اگر تمرین بندگی نباشد، امر به این مهمی بدون تمرین امکان پذیر نیست اصلا. حقیقت دعا این است که انسان خودش رو در مقابل حضرت حق بنده ببیند و باور کند. و وجه دیگرش اینه که کمال انسانیت هم بر این است که انسان خودش رو در مقابل خدا فقیر ببیند. وقتی الله هو الغنی، غنی مطلق خداست، زیر مجموعه او هر چه هست فقیر است. ما به این باور باید برسیم. اگر به این باور برسیم که هیچ نداریم و فقر مطلق هستیم، اون وقت می توانیم با یک آمادگی و با یک جدیت وارد بشیم به دعا، یعنی ایجاد ارتباط بکنیم با خداوند سبحان. وقتی ایجاد ارتباط کردیم، ادبیاتمون هم فرق میکنه. بر اساس نیازمون با خدا صحبت میکنیم، نه برای اینکه چیزی مطالبه ای داشته باشیم که ما را از در مراحل مادی به یه جایی برساند. ما دنبال رسیدن به اون صد هستیم، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. این معنا خیلی مهمه که انسان وقتی به صد برسه، همه چیز دیگه در اختیار اوست. الازام فرمود موسی به این مردم بگو من همه چیز رو برای توی انسان خلق کردم، اما تو رو برای خودم خلق کردم. خلقت الاشیاء لاجلک، هر چی که هست در اختیار تو، اما تو رو برای خودم خلق کردم. چرا دیگه از مسیر ما میدی این بر اون بر؟ این از طریق دعا با اون نگاه دقیق به دعا امکان پذیره. این نقش تربیتی است. علاوه شما ببینید مناجات امیرالمؤمنین در مسجد کوفه رو حتما تو مفاتیح الجنان مرحوم حاج عباس آورده مرور بکنید. انت المولا و انا العبد، انت الغنی و انا الفقیر، انت العزیز و انا الذلیل. هر چی صفت خوبی است مطلقش رو تو داری، هر چی ضعف مطلق است من دارم. اینو انسان اگر تو دعا دنبالش باشه پیدا بکنه، مسیر بندگی رو پیدا میکنه. دیگه خودش رو تنظیم میکنه در برنامه های زندگیش، یه جوری حرکت میکنه که در هر تصمیمش مولا از او راضی باشد، نه غیر مولا. برای کسی که دعا تقویت بشه و در عرصه میدانی تمرین بکنه، دیگه زور شیطان بهش نمیرسه. آنگاه که همه درها بسته است، آنجا که همه صداها خاموش، وقتی طلوع هیچ تلالوی تیرگی را نمی شکافد، یک درگاه همیشه گشوده، یک صدای دلنواز، یک بارقه پر امید هست. درگاهی که انسان را به خود می‌خواند، صدایی که مژده رهایی می‌بخشد.
بارقه‌ای که انسان را به میهمانی نور میبرد. چون ماه مبارک رمضان ماهی است که شیطان در غل و زنجیر است، به سهولت و راحتی میشه این تمرین رو داشت. این اثر تربیتی دعاست. آثار جنبی هم داره. ما نسبت به خدا معرفت اون افزایش پیدا میکنه. دعاهای صحیفه سجادیه یک گروه از دعاهاش راجع به خداشناسی است، یک دسته از دعاها راجع به معاده. انسان یادش میره، فراموش میکنه قیامت رو که پارا گلیم خودش خارج میکنه، هر جوری میخواد زندگی میکنه. اگر به این باور برسد و فراموش نکند که یه روز باید جواب پس بده، خودش رو توی این دنیا تنظیم میکنه. ولذا این بحث معرفت شناسی رو تو دعا اگر دنبالش بگردیم خیلی راحت پیدا میکنیم. و امام معصوم خوب تفهیم فرموده. کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد ابن رسول الله ما چرا انقدر دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ فرمود برای اینکه خدا رو نشناختید. یه چیزی میخواید، از اون کسی که میخواید نشناختینش. ما اگر مرور کنیم در دعاهایی که معصوره هست، مثل دعای افتتاح، مثل دعای کمیل، مثل دعای مجیر که اینها رو شناسنامش رو و فضیلتش رو عرض خواهیم کرد، اونجا اون وقت میبینیم که هرچی صفت بارز ارزشی است به خداست. همه صفت ها و اوصاف لطیف در وجود خداست به معنای کامل و مطلقش. اصلا خود لطیف اسم خداست. جوشن کبیر که ایشالا وارد بشیم توضیح بدیم به اینا اشاره میکنیم. خود لطیف اسم خداست. هزار یک اسم اگر ازت حق داشته باشد، هزار تاش رو که مرور بکنیم غیر از اسم الله که جامع صفات هست، بقیه شون دعاخون با این اسامی با خدا آشنا میشه. دعاخوان با این صفات با خدا آشنا میشه. از اون طرف هم که میگه من هیچی نیستم، پس رابطه رو برقرار کنیم با خدا، خدایی که منتظر ماست، اصلا معطل نمی کنه. روایتش هم هست از امام معصوم علیه السلام عرض خواهیم کرد، اصلا معطلمون نمی کنه. این نوع آثار دعا رو هم باید بهش توجه داشته باشیم، آثار جنبی. نکته بعدیش هم اینه که دعا انسان رو با اخلاق حسنه آشنا میکنه. اخلاق حسنه اخلاق خدایی است. دعا انسان رو متخلق به اخلاق خدایی میکنه. تخلقوا به اخلاق الله، خودتون رو بسازید با اخلاق خدا. دعا انسان رو خوش اخلاق میکنه. خوش اخلاقی در فرهنگ دینی معنای خاص خودش رو داره، بیرونی معنای دیگه داره خوش اخلاقی. اما در قاموس دین کسی که مراقبت از خودش بکنه، اعمالش مورد رضای خداوند باشه، این انسان خوش اخلاق است. بنده خدا خوش اخلاق است، با خدا خوش اخلاق است، با دیگران هم خوش اخلاق است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.